سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت. من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با مروری بر آخرین رویدادهای هفته گذشته. در این برنامه نخست گزارشی داریم از مهستان بختیاری درباره آخرین تحولات ترکیه. همچنین نگاهی خواهیم داشت به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران درباره شمار تلفات خبرنگاران در سال گذشته در حین انجام وظیفه در جهان. به اظهارات حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه درباره راه اندازی ایمیل مشکل گشا خواهیم پرداخت و گزارشی داریم از آخرین آمار معتادان در کشور. با ما همراه باشید. بحران جاری در ترکیه در پی افشای فساد مالی مقامات بلندپایه این کشور عمیق‌تر از پیش شده است. دادستان کل ترکیه اعلام کرده است که پلیس این کشور در پیگیری و اجرای احکام صادر شده برای بازپرسی و بازداشت متهمان فساد اقتصادی کوتاهی کرده است. پرونده‌ای که پای بلال اردوغان، پسر نخست وزیر و برخی وزرای کابینه را به میان کشید و باعث تصفیه بیش از 500 مامور پلیس شد، موقعیت آقای اردوغان را به شدت تضعیف کرده است. مهستان بختیاری از آخرین تحولات ترکیه و موقعیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی ترکیه میگوید. شاهد بودیم که در سال 2013 ترکیه دست کم در سه حوزه و سه موضوع برای روزها و هفته ها در صدر خبرها و رسانه های منطقه‌ای و گاه جهان قرار گرفت. ابتدای سال و با آغاز بهار موضوع مذاکرات صلح میان دولت و پیکاکا که بازتاب گسترده‌ای رو داشت. در اواسط سال مسئله ناآرامی ها در ترکیه و چند شهر ترکیه که سمت و سوی این اعتراضات به سوی دولت آقای رجب طیب اردوغان بود و در آخرین روزهای سال 2013 مناقشه اخیر یعنی مسئله فساد مالی در ترکیه و احتمال دست داشتن برخی از نزدیکان دولت در این مسئله که خبر اخیر اتفاقا تنها به خود ترکیه محدود نشد و بلافاصله همسایه جنوبی اون یعنی ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داد. به هر حال مسئله فساد مالی در ترکیه و دست داشتن برخی از جریان‌هایی که وابسته به دولت باشن موضوع کمی نبود که رسانه‌ها یا افکار عمومی در ترکیه بتونن به راحتی از اون چشم‌پوشی بکنن، به ویژه احزاب رقیب که در طی این سالها فرصت کمی رو به دلیل موفقیت‌های گسترده دولت در حوزه اقتصاد فرصت کمی رو داشتن که انتقادات خاص خودشون رو مطرح بکنن به دولت. اما شاهد بودیم که در چند روز گذشته بر سر همین مناقشه اخیر یعنی مسئله فساد مالی در ترکیه تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی مطرح می‌شد، از جمله تحلیل خاص دولت و شخص آقای اردوغان که از همون ابتدای موضوع رو در واقع وابسته به جریان‌های خارجی و افرادی که در داخل و خارج که به تعبیرشون وابسته به محافل تاریکی هستن میدونست و اون رو یک دسیسه بر علیه دولت میدونست. حتی آقای اردوغان در یک مورد موضوع رو فراتر هم میبینه و عنوان میکنه که برخی از سفارتخانه‌های خارجی هم در این زمینه دخیل بودن. اما خارج از محدوده دولت برخی هم در واقع این گمانه‌زنی رو مطرح میکنن و این اعتقاد رو داشتن که به هر حال مناقشه اخیر در ترکیه یک مسئله و دعوای میانگروهی در میان اسلامگرایان و به ویژه حزب عدالت و توسعه و افراد پرنفوذی چون آقای گولن هستند. حتی در چند روز گذشته ما شاهد بودیم بخش‌های وابسته به دولت مشخصا مشاورین آقای اردوغان تا حدودی هم پای ارتش رو به این مناقشه باز کردن و از احتمال یک کودتا در این زمینه صحبت کردن، موضوعی که بلافاصله ارتش بیانیه میده و اون رو رد میکنه و عمان میکنه که ارتش هیچ علاقه‌ای به دخالت در سیاست نداره مانند چند سال گذشته و ترجیح میده وظایف قانونی خودش رو مطرح بکنه. حتی ما در چند روز گذشته باز هم مسئله کودتا رو با تعبیر دیگه‌ای از سوی نزدیکان آقای اردوغان یعنی آقای علی باباجان معاون آقای اردوغان شاهد هستیم که ایشون میگه در ترکیه کودتای کوچک این بار در دستگاه پلیس و دستگاه قضایی بر علیه دولت در واقع ایجاد شده، کودتایی که تا به الان منافع گروه‌های خارجی رو تامین کرد. به هر حال چه ما این موضوع مناقشه اخیر رو یک دعوای میان گروهی در میان اسلامگرایان و افراد پرنفوذ حزب عدالت و توسعه بدونیم، چه به تعبیر آقای رجب طیب اردوغان اون رو وابسته به محافل تاریکی بدونیم، یک مسئله اینجا بسیار مهم هستش و اون که این موضوع مناقشه اخیر در ترکیه این بار به خود جغرافیای سیاسی ترکیه محدود نخواهد شد، چرا که با
در واقع مطرح شدن نام ایران و مسئله نقض تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران و احتمال دور زدن این تحریم‌ها از سوی افرادی که وابسته به دولت یا نزدیکان دولت هستند موضوعی نیست که اتحادیه اروپا و به ویژه آمریکا در مورد اون حساسیت کمی داشته باشند. بلافاصله می‌بینیم که اتحادیه اروپا خواستار شفافیت بیشتر دولت در این زمینه میشه و از ترکیه می‌خواد که شفافیت بیشتری رو در این زمینه برای روشن شدن ابعاد گسترده این موضوع از خودش نشون بده. با این همه حال در آستانه انتخابات محلی که کمتر از 4 ماه دیگه به اون باقی مونده در اوایل سال 2014 شخص آقای رجب طیب اردوغان و به صورت کلی اگر بگیم حزب عدالت و توسعه به نظر میرسه که با چالش‌های هم از درون و هم از خارج از کشور مواجه هستش. در درون احزاب رقیب فرصت اون رو پیدا کردن در چند ماه اخیر انتقادات خودشون رو مطرح کنن. مشخصا ملی‌گراها در جریان مذاکرات صلح میان دولت و پیکاکا بسیار انتقاد داشتن و خشمگین بودن و حتی از اینکه آقای اردوغان احتمال میره امتیازاتی رو به گروه کردی بده آقای اردوغان رو متهم به خیانت به کشور میکردن. سکولارها هم به دلیل در واقع سیاست های اخیر آقای اردوغان بسیار ناراضی بودن و اعتراضات خاص خودشون رو داشتن از اینکه مبادا ترکیه به سمت سوی اسلامیزه شدن بره و ارزش های سکولاریز در ترکیه در واقع سست بشه. اما با این همه همونطور که گفتیم اگر این مجموعه مشکلات رو در واقع نخواهیم شبکه آقای گولن و خود آقای گولن رو به این مجموعه اضافه بکنیم که در مناقشه اخیر نامشون مطرح بوده ولی تا الان سعی کردن در سایه باشن، باز هم در حوزه خارجی میبینیم دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه با چالش‌های اساسی از سوی اتحادیه اروپا در زمینه شفافیت سازی همین مسئله اخیر مواجه هستش. به نظر میرسه در انتخابات آینده شرایط بسیار سختی برای حزب عدالت و توسعه هستش، به ویژه فرصتی رو احزاب رقیب پیدا کردن تا دولت رو در این زمینه سیاست‌های دولت رو به چالش بکشن. اما این رو هم بگیم حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان دست و پا بسته هم چندان در این رقابت‌های انتخاباتی نیستن. به هر حال همونطور که گفتیم مسئله در واقع موفقیت های اخیر اقتصادی ترکیه که ترکیه رو انصافا در میان 20 کشور قدرتمند اقتصادی در جهان قرار داده کارتی است که آقای اردوغان در این چند روزه با اون به خوبی بازی کرده و به نظر میرسه در انتخابات محلی هم بتونه از این کارت استفاده کنه. اما با این همه حال این دلیلی بر این نخواهد بود که ما خوشبین باشیم به آینده حزب عدالت و توسعه و تثبیت پایه‌های قدرت دوباره حزب عدالت و توسعه به ویژه در انتخابات محلی آینده. هفته گذشته حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی گفت برای حل مشکل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز خود این رهبران باید تصمیم بگیرند. به نظر میرسد همزمان با افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، نگرانی‌های نسبت به اظهارات و موضع‌گیری‌های آنها پس از رفع حصر احتمالی در لایه‌های مختلف حکومت وجود دارد. دریادار علی شمخانی در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالات متعدد آنها در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آنها گفته است من آدم اقدام هستم، آدم حرف نیستم. ایسنا گزارش کرده که وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و به خبرنگاران قول داد که در آینده نزدیک نشستی با آنان داشته باشد. خبرگزاری تندروی فارس نیز همین خبر را با تیتر واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر سران فتنه منتشر کرد و از قول وی نوشت من آدم اقدام هستم. در همین حال و همزمان با 9 دی ماه سال روز تظاهرات حامیان حکومت، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را دو ضلع فتنه خواند که خارج از حصر هستند و فتنه را مدیریت می کنند و وی خواستار تشدید حصرها شد. جزایری گفته است درباره فتنه چند گزاره وجود دارد. دو ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می بودند و آنها دارند در خارج از حصر فتنه را مدیریت می کنند، لذا رسانه باید از این حوزه مراقبت کند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بنده دلایل متقنی دارم که حصر باید تشدید شود ادامه داده است وزارت اطلاعات باید نسبت به فتنه‌های جدید مراقبت کند.
او در ادامه گفته است در هیچ کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی شود و اگر این فرصت داده شود اشتباه است. جزایری با بیان اینکه دشمن در جنگ سخت شکست خورد ابراز عقیده کرده است اکنون دشمن به جنگ نرم روی آورده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح دشمن شناسی را در ایران ضعیف دانست و افزود ما باید مراکز، سازمانها، اتاق فکرها و پژوهشکده‌هایی را در نظر بگیریم که به طور مرتب دشمن و ابعاد مختلف حرکات آنها را رصد کند. بیش از 1000 روز است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی هستند. چندی قبل محمد خاتمی بر اساس گزارش‌های موثق خبر از آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در عید قدیر خم داده بود، اما پس از آزاد نشدن آنها آقای خاتمی از این موضوع ابراز تعجب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران اما در واکنش به اظهار نظر آن زمان خاتمی در خصوص آزادی رهبران جنبش سبز در روز عید قدیر گفته بود این گمان زنی ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در وضعیت موسوی و کروبی رخ نداده است. یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در هشداری صریح به دولت 11 گفت اگر دولت حسن روحانی قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد سپاه همچون دوران خاتمی به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. پیشتر محمد تقی مصباح یزدی نیز با هشداری تلویحی به دولت از تعریف مفهوم اعتدال خبر داد و گفت اگر معلوم شود اعتدال مد نظر دولت در مواجهه با ارزش‌های اسلامی است با آن به صراحت برخورد خواهد شد. سردار یدالله جوانی مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه به خبرگزاری تسنیم گفته است سپاه زمانی وارد عمل خواهد شد که احساس کند دولت روحانی می‌خواهد بستر کمرنگ شدن روحیه انقلابی در جامعه را فراهم کند. این فرمانده سپاه افزوده است اگر دولت‌ها در ایران بخواهند انحرافی را در مسیر انقلاب به وجود بیاورند طبیعی است که سپاه اینجا با چشمان باز باید به رسالت خود عمل کند. وی گفته است که سپاه در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند. این مهم نیست که آن عاملی که می‌خواهد انحراف به وجود آورد چه کسی باشد و در چه جایگاه و موقعیتی قرار گرفته باشد. جوانی در ادامه افسوده سپاه در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هم به وظیفه خود در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. جوانی در ادامه هم گفته است سپاه پاسدار انقلاب است. بر اساس اساسنامه سپاه که مصوب مجلس می باشد علاوه بر پاسداری از انقلاب در برابر هر نوع تهدیدی باید بایستد. سپاه در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند. جوانی همچنین با انتقاد از گزارش 100 روزه حسن روحانی گفته است که مردم این انتظار را نداشتند که گزارش 100 روزه روحانی سبک و سیاق مناظره‌ای انتقادی و تبلیغاتی را داشته باشد. این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود هم به حوادث سال 88 و موضوع موسوی و کروبی که این روزها بسیار تیتر خبرهاست پرداخته و گفته افرادی که درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه صحبت می‌کنند همانهایی هستند که فتنه 88 را به وجود آوردند. سردار جوانی در پایان هم گفته است سپاه بازوی ولایت است و پیرو خط ولایت است و در انتخابات هم به همین شکل بوده است. پیشتر نیز آیت الله مصباح یزدی گفته بود که اگر اعتدال مورد نظر دولت در برابر ارزش‌های اسلامی قرار گیرد با آن برخورد می‌کنیم. وی افسوده بود در شعارهای دولت ابهاماتی است که به طور نرم کم و بیش با آنها پرداخته‌ایم. مصباح گفته بود بعضی دوستان مشغول نوشتن مقالاتی درباره مفهوم اعتدال و ارتباطش با ارزش‌های اسلامی هستند که اصلا این مفاهیم ارزشش را از کجا می‌گیرد و کاربردش کجاست. مصباح یزدی از این اقدام به عنوان یک کار فرهنگی نرم یاد کرده و ادامه داده اما اگر کار به جایی رسید که پرده برداشته شد و معلوم شد که این تعابیر به دنبال مواجهه با ارزش‌های ریشه‌ای اسلامی است ما هم ناچاریم که صریح‌تر با آن برخورد کنیم. پس از آنکه علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی خواستار مذاکره جداگانه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 شد، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است ایران و آمریکا درباره پرونده هسته‌ای تهران در حال مذاکره مستقیم هستند. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس ایران طرحی تهیه کردند که مطابق آن دولت ملزم می‌شود سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 60% و در صورت نیاز به سطح بالاتر افزایش دهد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره هسته‌ای می‌گوید
که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکاست و در حاشیه تمامی مذاکرات با 5 به علاوه 1 که در دوره اخیر انجام شد، مذاکره مستقیم با هر 6 کشور از جمله آمریکا هم در دستور کار بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، معاون وزیر امور خارجه گفت این موضوع گفته شده و آن را پنهان نکردیم. در نیویورک، در ژنو، در وین و در جلسات کارشناسی این نشست‌ها انجام شده و مذاکرات مستقیم جدی دو جانبه‌ای با آمریکایی‌ها داشتیم. عباس عراقچی درباره دلیل انجام این گفتگوها گفت بسیاری از تحریم‌هایی که باید برداشته شود تحریم‌های یک جانبه‌ای است که از جانب آمریکا انجام شده. بنابراین گفتگوها بیشتر باید با آنها صورت بگیرد و این گفتگوها را پنهان نکرده‌ایم و ادامه پیدا خواهد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته پیش در تلویزیون ایران با اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5 به علاوه 1 گفت ما باید با کشورهای مختلف به صورت جداگانه صحبت کنیم، زیرا هر کدام از این کشورها خصوصیت و منافع خاص خودشان را دارند. عباس عراقچی در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین گفت که مذاکرات کارشناسی میان نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز و این مذاکرات پایان روز دوشنبه به اتمام خواهد رسید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نیز گزارش داده که حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، به عنوان رئیس تیم مذاکرات کارشناسی ایران به ژنو رفته تا این گفتگوها را مدیریت کند. دور پیشین مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی که در وین برگزار شد 22 آذر ماه و به دنبال گسترش فهرست تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا متوقف شد. هیئت ایرانی اعلام کرد که می‌خواهد با مراکز تصمیم گیری در تهران مشورت کند. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره طرح غنی‌سازی 60% که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و روز گذشته تحویل هیئت رئیسی شد هم گفت هر چه توسط مجلس تصویب شود برای ما لازم الاجراست و طبعا ناچار به اجرا هستیم. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین تاکید کرد البته باید جزئیات طرح مجلس چیست. تا جایی که می‌دانم گفته شده اگر توافق ژنو اجرا نشود غنی‌سازی 60% خواهیم داشت، اما به هر حال هر چه مجلس تصویب کند تابع هستیم. طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% در حالی در مجلس ایران مطرح می‌شود که بناست ایران مطابق توافق 6 ماهه فعالیت‌های غنی‌سازی خود را محدود کند. بنا به توافق ژنو ذخایر اورانیوم 20% ایران خنثی می‌شود و حجم اورانیوم غنی شده در سطح 5% نیز در میزان مشخصی محدود می‌ماند. نمایندگان ارائه کننده طرح غنی‌سازی 60% میگویند با توجه به تحریم‌هایی که تجارت خارجی و حمل و نقل دریایی را برای ایران دشوار کردند، ایران ناچار به استفاده از کشتی‌های ساخت داخل است که ظرفیت‌های بالایی داشته و مسافت‌های طولانی را بدون سوختگیری بپیماید. مطابق این طرح دولت موظف شده که غنی‌سازی اورانیوم را به 60% و در صورت لزوم به بیش از آن افزایش دهد. توسعه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فردو و نتنز و تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق بخش‌های دیگری از این طرح هستند. بنا به توافق ژنو فعالیت این تأسیسات باید محدود شود. کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد سال 2013 دست کم 70 خبرنگار حین انجام وظیفه و پوشش خبری تحولات و رویدادها در نقاط مختلف جهان کشته شدند. این کمیته پیشتر نیز در گزارشی قید کرده بود که بیش از نیمی از تمام روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان در سال 2013 در ترکیه و ایران زندانی بودند. آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران حاکی است که در سال 2013 70 خبرنگار در کشورهای مختلف حین انجام وظیفه به قتل رسیدند و 2/3 این قتل‌ها در منطقه خاورمیانه رخ داده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، روز دوشنبه 9 دی با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود نوشت که این کمیته علاوه بر این در حال بررسی مرگ 25 روزنامه‌نگار دیگر در سال 2013 است تا مشخص کنند که آیا این مرگ‌ها با حرفه خبرنگاری این افراد در ارتباط بوده است یا خیر. این گزارش می‌افزاید که 36% از خبرنگارانی که مرگ آنها تایید شده در جریان تبادل آتش نیروهای متخاصم کشته شده و 20% نیز در جریان مأموریت‌های خطرناکی که به آنها محول شده جان باختند.
به نوشته گزارش این کمیته، سوریه طی سالهای 2013 میلادی همچنان مرگبارترین محل برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بود و علاوه بر قتل تعداد زیادی از خبرنگاران در آن کشور، طی سالی که گذشت در حدود 60 خبرنگار نیز در سوریه روبوده شدند. بنا به این گزارش تا اواخر سال 2013 هنوز دست کم 30 تن از این تعداد خبرنگار روبوده شده مفقود الاثر باقی ماندند، اما باور عمومی بر این است که این افراد از سوی شورشیان مخالف و رژیم بشار اسد روبوده شدند. به نوشته سی پی جی، با کشته شدن دست کم 29 خبرنگار در سوریه طی سال میلادی اخیر، شمار خبرنگارانی که از زمان آغاز منازعات در سوریه در جریان پوشش اخبار این کشمکش ها جان خود را از دست دادند به 63 نفر رسیده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌افزاید که در همین حال تعداد خبرنگاران کشته شده در عراق و سوریه افزایش زیادی نسبت به سال‌های پیشین نشان می‌دهد و عراق با 10 مورد قتل و مصر با 6 مورد در سال 2013 میلادی پس از سوریه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. علاوه بر این، پاکستان، سومالی، هند، برزیل، فیلیپین، مالی و روسیه نیز طی سال گذشته شاهد قتل بیش از یک خبرنگار در خاک خود بودند. تعداد 70 کشته در میان خبرنگاران جهان نسبت به سال 2012 مقداری کاهش نشان می‌دهد و سی پی جی در آن سال خبر داد که رقم خبرنگاران مقتول 2012 میلادی 74 نفر بوده است. در سال 2012 پاکستان و سومالی در رتبه‌های دوم و سوم از نظر تعداد خبرنگاران کشته شده قرار داشتند که در سال 2013 عراق و مصر جای آنها را گرفته است. به نوشته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، از زمان ثبت آمار توسط این کمیته سال‌های 2009 و 2012 بدترین سال‌ها بودند و در هر یک از این سال‌ها دست کم 74 خبرنگار حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. این نهاد مدافع آزادی بیان گفته است که در اکثر موارد قتل روزنامه‌نگاران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطلاع نهادهای دولتی و توسط نهادهای وابسته به حکومت‌ها صورت گرفته است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آمارهای مربوط به آزار، شکنجه و قتل روزنامه‌نگاران طی 20 سال گذشته در سراسر جهان نشان می‌دهد که آمار مرگ روزنامه‌نگاران و خبرنگارها به دست دولت‌ها از رقم قتل آنها توسط گروه‌های شورشی یا تروریست‌ها بیشتر بوده است. آمارهای منتشر شده توسط این نهاد حقایق تکان دهنده‌ای را برملا می‌کند، از جمله اینکه مقام‌های غیر نظامی دولت‌های جهان مسئول 23 درصد، مقامات نظامی مسئول 5 درصد و گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت‌ها مسئول 7 درصد از قتل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند. طبق همین آمار از سال 1992 تا 2012 گروه‌های سیاسی و مسلح مخالف حکومت‌ها از جمله گروه‌های تروریست مسئول 30 درصد و گروه‌های تبهکار و جنایتکار مسئول 13 مورد از موارد قتل روزنامه‌نگاران بودند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یک سازمان غیردولتی است که در سال 1981 میلادی توسط گزارشگران خارجی مقیم آمریکا با هدف دفاع از حقوق روزنامه‌نگارانی که زیر کنترل رژیم‌های غیردموکراتیک فعالیت می‌کنند تأسیس شد. این سازمان از سال 91 میلادی نظارت و ردگیری بر قتل روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان را آغاز کرد و از راه‌هایی مانند برپایی تظاهرات یا ارتباطات دیپلماتیک تلاش می‌کند تا عاملین و آمرین این قتل‌ها مجازات شوند. هفته گذشته انفجار یک اتوبوس در برابر دانشگاه الازهر در استان نصر قاهره یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از حملات مسلحانه به نیروهای امنیتی و بمب‌گذاری در نقاط مختلف مصر انتشار یافته که منابع دولتی آن را به گروه‌های تندرو اسلامگرا نسبت دادند. روز چهارشنبه 25 دسامبر دولت مصر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را با این اقدامات مرتبط دانست و آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. در همین راستا نیروهای امنیتی مصر برای نخستین بار 16 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام عضویت در این گروه تروریستی دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری ها انفجار یک اتوبوس در برابر دانشگاه الزهرا در قاهره دست کم یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون اخبار دقیقی از تعداد تلفات و یا خسارات وارده در منطقه نصر واقع در قاهره منتشر نشده است.
همچنین گزارش های خبری از خونسا شدن یک بمب دیگر در محل حادثه حکایت دارند. در ادامه رویدادهای مصر، نیروهای امنیتی این کشور 16 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام عضویت در این گروه تروریستی دستگیر کردند. این نخستین بار است که اعضای این گروه اسلامگرا با این اتهام دستگیر می شوند. این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت می گیرد که دولت موقت مصر اخوان المسلمین را گروهی تروریستی اعلام کرد. اعلام گروه اخوان المسلمین به عنوان گروهی تروریستی در حالی صورت گرفته است که بسیاری از رهبران آن از جمله احمد بدی رهبر ارشدش در زندان به سر می‌برند. روند دستگیری سران و اعضای اخوان المسلمین حدود 5 ماه پیش پس از برکناری محمد مرسی از رهبران این گروه توسط ارتش آغاز شده است. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است دایره عمومی حمایت از مالکیت معنوی با هماهنگی مؤسسه مطبوعاتی الاهرام که چاپ روزنامه آزادی و عدالت را بر عهده دارد اقدام به متوقف کردن چاپ این روزنامه کرده و انتشار این روزنامه از این پس ممنوع است. بنابراین بیانیه این اقدام در راستای اجرای فرمان دولت موقت مصر در شناسایی اخوان المسلمین به عنوان گروهی تروریستی صورت گرفته است. دولت موقت مصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار انتحاری روز سه‌شنبه متهم کرده و این گروه را تروریستی دانست. این اقدام دولت مصر در حالی صورت گرفته است که اخوان المسلمین انفجار انتحاری را محکوم کرده و گروهی به نام یاوران بیت المقدس مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته است. در واکنش به اقدامات دولت مصر، گروه اخوان المسلمین مصر با انتقاد از تصمیم اخیر دولت این کشور مبنی بر تروریست خواندن این تشکیلات اعلام کرد که به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ابراهیم منیر یکی از رهبران اخوان المسلمین عنوان داشت که تظاهرات این گروه همچنان ادامه خواهد داشت و ما در برابر تصمیم دولت مصر مبنی بر تروریست خواندن این تشکیلات می‌ایستیم. وی در ادامه افزود این تصمیم دولت یک تصمیم کاملا نادرست و باطل است. اشرف بدرالدین عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین هم عنوان داشت که تشکیلات اخوان المسلمین به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و ما در طول چند دهه گذشته شاهد آن بودیم که تمام دولت‌ها سعی کردند این گروه را از بین ببرند اما نتوانستند. اخوان المسلمین در سال 1928 با هدف برقراری نظام سیاسی اسلامی در مصر و سایر کشورهای عرب پایه‌گذاری شد و به فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی و اجتماعی پرداخت. این گروه طی دهه‌های بعد بارها به دست داشتن در اقدامات خشونت‌آمیز سیاسی من جمله ترور جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر متهم و فعالیت‌های آن ممنوع شد. در دوره ریاست جمهوری انور سادات از فشار بر این گروه کاسته شد و وابستگان آن توانستند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. پس از سرنگونی حسنی مبارک، اخوان المسلمین با داشتن تشکیلات گسترده و سابقه طولانی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان مهمترین گروه در صحنه سیاسی مصر به فعالیت پرداخت و با ایجاد حزب آزادی و عدالت به پیروزی در انتخابات پارلمانی سال 2011 دست یافت. در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن سال 2012 نیز محمد مرسی نامزد این حزب توانست بر سایر رقیبان خود پیروز شود و به ریاست جمهوری مصر برسد. از اواخر همان سال تجمع‌های اعتراضی علیه برخی اقدامات دولت مرسی شدت گرفت که به تجمع گسترده مخالفان در اواخر ماه ژوئن و اقدام ارتش به برکناری وی در روز سوم ژوئیه منجر شد. کانون شهروندی زنان با انتشار اصلاحیه خواستار تغییراتی در تدوین نهایی منشور حقوق شهروندی دولت شد. ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی روز سه‌شنبه 5 آذر همزمان با 100 روز فعالیت دولت حسن روحانی با هدف اظهار نظر عمومی درباره آن منتشر شد. تنظیم و تصویب چنین منشوری یکی از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود. کانون شهروندی زنان که گروهی تازه تأسیس و متشکل از فعالان حقوق زنان از طیف‌های مختلف در ایران است، با انتشار اصلاحیه‌ای بر پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی خواستار اصلاحات متعددی در مباحث مربوط به حقوق زنان در این منشور شد.
متن این اصلاحیه که در وبسایت مدرسه فمینیستی منتشر شده تاکید دارد این گروه تنها یکی از تشکل‌های متشکل از فعالان حقوق زنان است که درباره اصلاح پیشنویس منشور حقوق شهروندی فعالیت می‌کند و گروه‌های مختلف دیگری از فعالان زن در ایران نیز به دنبال پیشنهاد و فشار برای اعمال تغییرات در نسخه نهایی منشور هستند. اعضای کانون شهروندی زنان در اولین پیشنهاد خود خواستار آن شدند تا در تمام متن منشور حقوق شهروندی هر کجا صحبتی از شهروندان می شود تأکید شود که این حقوق به طور مساوی زنان و مردان را شامل می شود. آنها در توضیح این خواسته خود گفتند که در حافظه تاریخی ایران هر کجا صحبت از شهروندان انسان می شود در عموم عرصه‌ها منظور انسان مرد است و برای پیشگیری از چنین برداشتی این خواسته را پیشنهاد کردند. این اصلاحیه همچنین خواستار آن شد تا منشور متذکر شود که همه قوانین و مقرراتی که زنان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم هدف تبعیض قرار دادند باید بازبینی شوند و قوانین تازه با استفاده از دانش و تجربه زنان کارشناس و حقوقدان تدوین شود. فعالان حقوق زن همچنین تاکید کردند که دولت تازه موظف است به همه کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی که ایران امضا کرده است پایبند باشد و در راستای تطبیق قوانین داخلی کشور با مفاد این تعهدات بین المللی بکوشد. کانون شهروندی زنان همچنین خواستار آن شد تا دولت هر گونه تبعیض جنسیتی از جمله سهمیه بندی بر اساس جنسیت یا مذهب در نظام آموزشی را لغو کند. پیش از این بیش از 300 تن از فعالان حقوق زنان در نامه سرگشاده‌ای به دولت 11 خواستار تمدید مهلت نظرخواهی درباره پیشنویس منشور حقوق شهروندی شده بودند. آنها در نامه خود با استقبال از تدوین منشور یادآور شده بودند که تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تأثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم نیازمند بررسی‌های دقیق، زمان مناسب و امکان ایجاد گفتگو و ابراز نظر تمام آحاد مردم است. منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی ضمن استقبال از سوی فعالان مدنی با انتقادهای زیادی نیز از سوی آنها مواجه شده است. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر میگویند این منشور کمبودها و تناقضهای قابل ملاحظه‌ای در خود دارد. به نظر آنها منشور حقوق شهروند حتی از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر است. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تبعیدی‌های سال 88 می‌توانند بازگردند از راه اندازی ایمیل مشکل‌گشا برای پاسخگویی به استعلام ایرانیان مقیم خارج درباره وجود یا عدم وجود پرونده و شکایت در ایران خبر داد و گفت از طریق این ایمیل اگر کسی برای ورود و خروج از ایران نگرانی دارد می تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می کنیم و آنها حرف درست را به ما می زنند. پیشتر نیز محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی گفته بود کسانی که به دنبال انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 از کشور خارج شدند به ایران بازگردند. اما پس از سخنان وزیر اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات در این خصوص هشدار داد. یک مقام وزارت امور خارجه ایران گفت که در جریان اعتراضات سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر ایران را ترک کردند. معاون وزارت خارجه ایران تأکید کرده است که از مجموع 5 میلیون ایرانی مقیم خارج آمار 50 یا 100 هزار نفر مگر چقدر زیاد است و حتی اگر بپذیریم موج جریانات سیاسی بود این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حسن قشقاوی همچنین گفته است در طول 10-15 سال اخیر روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده. منتها تأکید می‌کنم در همه این 15 سال اینطور نبوده. ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود. معاون کنسولی وزیر امور خارجه ضمن اشاره به برنامه‌های دولت حسن روحانی برای تسهیل بازگشت یا رفت آمد ایرانیان مقیم خارج گفته است ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند چون معقول هم نیست چرا که یک سری ازدواج کردند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند. وی از راه اندازی ایمیل مشکل‌گشا برای پاسخگویی به استعلام ایرانیان مقیم خارج درباره وجود یا عدم وجود پرونده و شکایت در ایران خبر داده و
و گفته است که از طریق این ایمیل اگر کسی برای ورود و خروج از ایران نگرانی دارد می تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می کنیم و آنها حرف درست را به ما می زنند. کسی به دنبال تله‌گذاری نیست. مواردی بوده که به ما به درخواست کننده گفتیم شما پرونده قضایی دارید. اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می شوید. اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. حسن قشقاوی درباره اعتبار پاسخ وزارت خارجه به استعلام ایرانیان مقیم این کشورها گفته است ما به افراد دروغ نمی گوییم. چرا اگر در یک مورد دروغ بگوییم اعتبار وزارت خارجه زیر سوال می رود؟ اما درباره ایرانیانی که شاکی خصوصی یا مدعی العموم برای آنها پرونده تشکیل دادند، هر فردی که پرونده دارد شامل تعقیب قضایی می شود. ما چیزی به عنوان ممنوع ورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم یا متهم عمل مجرمانه ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد. معاون وزارت خارجه همچنین گفته است که در مورد بازگشت این گروه از ایرانیان ما همواره حرف قانونی میزنیم و میگوییم هر هموطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی هستند و دارای پرونده قضایی هستند بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت و آمد داشته باشند. معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه پیشتر نیز از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای رسیدگی به وضعیت فعالان سیاسی خارج از کشور خبر داده و گفته بود فعالان سیاسی خارج شده از کشور بدون هیچ ترسی برگردند. همچنین در همین راستا محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نیز گفته بود کسانی که به دنبال انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 از کشور خارج شدند می توانند به ایران بازگردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود هر کس خلافی نداشته باشد تضمین می دهیم برای بازگشت مشکلی نخواهد داشت. اما به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات درباره بازگشت کسانی که پس از انتخابات 88 از کشور خارج شدند، در همان زمان سپاه به وزارت اطلاعات هشدار داد. مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و از مقامات سپاه در آن زمان گفت بهتر است وزرا به ویژه وزیر اطلاعات از ورود به مباحثی که شایبه عدم تخصص در آنها وجود دارد خودداری کنند. طائب درباره اظهارات وزیر اطلاعات گفته بود دعوت و خواهش برای بازگشت به کشور از افراد مجهولی که جرمی انجام ندادند کار عبثی است. مهدی طائب ادامه داده بود ما اگر استقلال قوا را قبول داریم باید بدانیم که دولت حق ورود به بحث مجرمان را ندارد و برخورد با جرم و جنایت به صورت انحصاری مربوط به قوه قضایی است. وی در واکنشی صریح به اظهارات علوی گفته بود اگر جرم کسی معلوم و احراز شود برخورد با آن هیچ ربطی به قوه مجریه ندارد. از این رو سخنان اخیر وزیر اطلاعات نیز جنبه اجرایی ندارد. اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری منتهی شد با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد که سرکوب نهادهای امنیتی و انتظامی را به دنبال داشت. در جریان اعتراض‌ها هزاران نفر بازداشت و ده‌ها نفر نیز کشته شدند. همزمان شمار زیادی از افرادی که نگران تعقیب قضایی خود به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی بودند به کشورهای دیگر گریختند که بیشترین تجمع آنها در ترکیه و مالزی بود. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی میگوید این کشور 1,325,000 معتاد دارد. این در حالی است که سه هفته قبل اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تعداد معتادان رسمی در ایران را در مجموع 2,000,000 نفر اعلام کرده بود. بسیاری از کارشناسان ارائه آمار رسمی معتادان در ایران را منطبق با واقعیت نمی‌دانند. در این خصوص چندی قبل هم علی لاریجانی با انتقاد از عدم ارائه آمار صحیح آسیب‌های اجتماعی گفته بود نباید آمار اعتیاد و طلاق را پنهان کرد. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون در کشور 19% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دینپرست معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در شهر کرد گفت در این مدت 402 تن مواد مخدر کشف شد و در این زمینه 178,000 قاچاقچی دستگیر شدند. دینپرست افزود دستگیری قاچاقچیان امسال در مقایسه با سال گذشته 16% افزایش داشته است.
وی ادامه داد که 1,325,000 معتاد در کشور وجود دارد که بر اساس مسببه هیئت وزیران 5% بودجه اشتغال کشور به اشتغال معتادان پاک شده در کشور اختصاص یافته است. وی گفت 25,000 معتاد پاک نیز باید زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی قرار بگیرند. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان اینکه در کشور 5,300 مرکز درمانی و در 18 استان مرکز بازپروری فعالیت می کند افزود در هر شهرستان باید یک مرکز درمانی میان مدت دایر شود. وی گفت از مجموع 41,000 معتاد پذیرش شده در کشور 21,000 نفر در تهران هستند. ارائه آمار توسط این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی است که چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تعداد معتادان رسمی در ایران را در مجموع 2,000,000 نفر ذکر کرد. چند ماه پیشتر از فرمانده ناجا هم مدیر کل سلامت وزارت بهداشت تعداد معتادان قطعی کشور را 2 تا 2,200,000 نفر اعلام کرده بود. ارائه آمار توسط مقامات نیروی انتظامی در حالی است که بسیاری از کارشناسان آمار دولتی در این زمینه را غیر واقعی می‌دانند. در این راستا چند قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود پنهان کردن معضلاتی مانند اعتیاد و طلاق موجب فراگیرتر شدن آنها می‌شود. باید با کمک گرفتن از رسانه‌ها این موضوعات و تبعات آن را برای خانواده‌ها روشن کرد. لاریجانی تأکید کرده که آمار آسیب‌های اجتماعی باید از دایره محرمانه بودن خارج شده و نتایج بررسی‌ها در این زمینه نباید از مردم و رسانه‌ها پنهان شود. سخنان رئیس مجلس را می‌توان تایید ضمنی غیر واقعی بودن آمار رسمی در مورد میزان گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی تلقی کرد. هرچند آماری هم که در خصوص اعتیاد از سوی مسئولان مختلف منتشر می‌شود با یکدیگر اختلاف دارند. محمد جعفر منتظری در مورد پیگیری اتهام تخلف سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری شاکی خصوصی این پرونده نیست گفته است اگر قرار باشد رسیدگی شود آنقدر شاکی از مرتضوی وجود دارد که احتیاجی به شکایت دیوان نیست. محمد جعفر منتظری همچنین با حمله به محمود احمدی نژاد ورا دروغگویی خواند که در زمان ریاستش بر قوه مجریه به صورت علنی قانون را زیر پا گذاشت و از سعید مرتضوی استفاده کرد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت که این نهاد از سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی شکایت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت اگر قرار باشد پرونده آقای مرتضوی رسیدگی شود، آنقدر شاکی از وی وجود دارد که احتیاجی به شکایت دیوان عدالت اداری نیست. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه این شکایت را دنبال کند و زودتر به این پرونده رسیدگی شود. دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی و برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه ماموران، سازمانها و آیین‌نامه‌های دولتی تأسیس شده است که رئیس آن را رئیس قوه قضاییه منصوب می‌کند. منتظری در ادامه سخنان خود رئیس جمهوری سابق ایران را به دروغگویی و قانون شکنی متهم کرد. رئیس دیوان عدالت اداری در اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفت یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که متأسفانه آقای رئیس جمهوری محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت که ما آن زمان هم می‌گفتیم به قانون عمل کنید. آقای منتظری که در دیدار با مدیران دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری سخن می‌گفت افزود که وقتی مردم می‌بینند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قانون‌گریز و قانون‌ستیز است به چه کسی می‌توانند اعتماد کنند. رئیس دیوان عدالت اداری گفت که این فرد یک آدم متخلف و مجرم را خلاف قوانین سر کار می‌گذارد و وقتی دیوان عدالت اداری به او می‌گوید حکم ابطال شود قبول نمی‌کند. رئیس دیوان عدالت اداری از فرد خاصی نام نبرد، اما آقای احمدی نژاد در اواخر دوره ریاست جمهوری خود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را که در ارتباط با پرونده کهریزک از کار معلق شده بود به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد که با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس و مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. آقای منتظری در ادامه اظهارات خود گفت دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که این کار خلاف قانون است، اما حکم را اجرا نمی‌کند یا مصوبه را طوری تنظیم می‌کند که دور بزند و حالا هم می‌بینیم که دارد گندش در می‌آید.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود این چیزی است که ما فریاد می‌زدیم و می‌گفتیم این فرد شایستگی تصدی چنین سمت مهمی را ندارد. این مقام قضایی شرایط ایران را با اخبار پیگیری یک پرونده فساد در ترکیه مقایسه کرد و با اشاره به استعفای چند تن از وزیران آن کشور به دلیل ارتباط فرزندانشان با این پرونده گفت: من متن استعفانامه یکی از وزرا را دیدم و ظاهراً آن این است که به این دلیل استعفا کرده تا مقامات قضایی مانعی برای تعقیب نداشته باشند. وی اظهار داشت: آن وقت ما میاییم یک آدم فاسد را سر کار میگذاریم و هر چه گفته میشود این آدم پرونده و محکومیت دارد توجهی نمیشود. رئیس دیوان عدالت اداری در پایان سخنان خود هم به انتقاد از حسن روحانی و دولت یازدهم پرداخت. منتظری با انتقاد از عزل و نصب ها در دولت یازدهم گفت: متاسفانه برخی آقایان گفتند با داس نیامدیم، ولی عملا میبینیم شروع به درو کردن نیروها کردند. آمار عزل و نصب ها در دولت حسن روحانی آنطور که سایت محافظه‌کار مشرق نیوز گزارش کرده از مرز 2000 نفر فراتر رفته است. محافظه‌کاران تندرو در شرایطی از این تغییرات انتقاد می‌کنند که برخی از نیروهای برکنار شده از نزدیکان احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم بودند. این دسته از محافظه‌کاران هم از وجود نیروهای ناکارآمد و فاسد در دولت احمدی نژاد گلایه می‌کنند و هم به دولت حسن روحانی به خاطر برکناری برخی از این نیروها در دولت یازدهم اعتراض دارند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل برنامه که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.